بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السخنان زیبا و نصایح بسیار ارزشمند جناب مفتی حفظه الله تعالی همه ما استفاده کردیم. چیزی که در ادیان سماوی، همه ادیان و خصوصا در دین اسلام بسیار مهم هست و بسیار مطرح هست، ترحم هست و مهربانی، شفقت و رحمت هست و خود همین ادیان از رحمت های الهی هستند. دین، دیانت، رحمت پروردگار برای انسانیت، برای بشریت. و اگر دین باشه ولی ترحم نباشه، و اگر دین باشد شفقت نباشه، دل سوزی نباشه، مهربانی نباشه، عفو و گذشت نباشه، عزیزان این دین هیچ تاثیری در زندگی نداره. روح دین ترحم هست، رحمت و شفقت روح دین، اخلاص وللهیت، اخلاص بندگی برای الله تعالی، خالص الله را بندگی کردن، توکل و اعتماد کردن بر ذات یگانه پروردگار از آموزه های مهم دین، از آموزه های محوری دین صداقت هست، راستگویی است، یک رنگی است، امانت داری از صفات مهم دینان و از اخلاق های بلندان که در همه فرهنگ ها مورد تاکیدن و در فرهنگ اسلامی، آموزه های اسلامی شدیدن مورد تاکیدن. مرد بسیار خیال می کنند که دین نماز هست، دین روزه، دین حج، درست اینا دین هست. ولی اگر نماز باشه و ترحم نباشه چیزی نیست، و اگر حج باشه صداقت نباشه، امانت داری نباشه، مهربانی نباشه. اینها از اخلاق های بلندند که دین اسلام بیانها تاکید کرده است. همه ادیان، همه پیامبران به این مسائل تاکید کرده و تنها اینکه ما نام دین را بگیریم و خودمون را دیندار شب بکنیم، این دین نیست. عزیزان من، دین که می آید همه این مسائل می آیند در زندگی انسان. وجود انسان مایه خیر برای جهانیان میشه، مایه رحمت برای جهانیان میشه. دین که می آید ارتباط پیدا میکنه بین بنده و بین الله، محبت پیدا میشه بین بنده و بین الله، و محبت پیدا میشه با خلق خدا، ترحم پیدا میشه با خلق خدا. انسان دل سوز میشه، قساوت قلبی و سخت دلی و بیرحمی
مروت نباشه انسانیت نباشه علامات آنه که دین نیست در زندگی انسان. ادعای دینه یا خیال دینه توهم دینه. ولی دین در زندگی انسان وجود نداره. اگر این نباشه رحم بر یتیم و رحم بر ضعیف و رحم بر او انسان های ناتوان که قدرت گرفتن حقشون ندارن، قدرت دفاع از مال و جانشون ندارن، او انسان که توهی دسته، دستش خالیه، مریضه، معلوله، بی سرپرسته، ترحم بر انسان ها، رحم و شفقت بر انسان ها دینه. زندگی رحمت للعالمین، کسی که اللہ تعالی او را برای همه عالمیان رحمت قرار داد، همه عالمیان یعنی برای جن و انس، برای همه زنده ها، برای همه موجودات مایه رحم بودن، رحمت الهی برای کل جهان بودن، نه برای مسلمانان بلکه برای تمام انسان های مسلمان و غیر مسلمان، برای همه انسانیت و بشریت وجودشون رحمت بود، برای جنها و انسانها، برای ملائکه رحمت بودن. الله تعالی نگاه و نظر الله بسیار بلنده، الله به یک کشر نگاه نمی کنه، همه را زیر چتر رحمت خودش قرار داده است، برای همه برف و باران نازل میکنه، به همه روزی میدهد، به همه شفقت داره، به همه ترحم داره، گناه را نادیده میگیره، مهلت میدهد الله تعالی گناهگار را، ظالم حتی مهلت میدهد که توبه بکنه برگرده به الله. الله کریمه، الله رحیمه، مهربانه و دوست داره که بندگان هم به اخلاق الله تعالی تعصیب جویند و مانند خدا عمل کنند. تخلقوا به اخلاق الله امین است، به همه کرم، به همه رحم، به همه با گذشت رفتار بشه، عف باشه، گذشت باشه. اگر عف و گذشت نباشد، انسان هنوز رنگ بوی از اسلام نبرده است. بسیاری متاسفانه هستند که بوی از دین ندارن، متاسفانه بوی از دین نبردن، رنگ از دین، از صحابه کرام، از اهل بیت عظام، از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چیزی در زندگیشون نیست. وقت رحم نباشه یعنی خدا در زندگی نیست، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سیره آن حضرت در زندگی نیست، سیره بزرگان نیست. بسیاری خیال می کنن که تنها نماز دین، نماز از ارکان دینه، از فرائض دینه، ولی وقتی که عدالت نباشه، عدل نباشه، انصاف نباشه توی زندگی، انسان انصاف نکنه، حتی نسبت به نفسش باید ما نسبت به خودمون انصاف بکنیم، استراحت بدیم به بدنمون، بدنمون تغذیه بکنیم، مریض مداوا کنیم،
انصاف دادنے انصاف کردنے نسبت پہ نفس خود و نسبت پہ دیگران منصف باشیم اگر انصاف نہ باشے اگر عدالت نہ باشے دین در زندگی نیست دین نام ایک مجموعی اس کے از اعتقاد و از عمل کرد و احکام نورانی و دستورات زیبا و از اخلاق زیبا و از زندگی با همه انسان ها به صورت زیبا و خوب معاملات زیبا باشند دین اسم ایک مجموعه فراگیر ہے و مجموعه شامل ہے در کل زندگی انسان را فرا میگیره و شامل ہے دیندار کسی است که همه این مجموعه توی زندگی و باشه و الاهم و فالاهم و چیزهای مهم در زندگی باشه امروزه در شرایط کشورمون به هر حال ما مشکلات همه درک میکنن و همه احساس میکنن که چه مشکلات امروز در کشور ما موجود هست و مردم ایران زمین مردم ایران همه در تنگنا قرار دارن و در فشارها قرار دارن فشار اقتصادی و معیشت و زندگی از یک طرفه و متاسفانه تورم گرانی بیکاری فشار میاره بر مردم گزارش داشتیم در ماه رمضان که بسیار خانوادان که نان سحر ندارند غذای وقت سحر ندارند که سحری مصرف کنند سفرهشون خالی است و سفرهای خیلی از ایرانی ها خالی شده است ما همین میبینیم اصنافا که هر روزانه اعتراضات موجوده از معلمانان بعض نشستگان بندگان خدا خیلی دیری که فریاد میزنند که یخچال ما خالی است سفره ما خالی است و کارگرانان طیفای مختلفان کارمندانان کسبان از مالیات مردم داد و بیداد میکنند که مالیات کمرشکن شده است و قابل فرداخت نیست قابل تحمل نیست این همه فشار هم بر زندگی مردم مردم این فریادها را جلوتر چرا نزدند مردم مشکل دارند و قبلا هم مجلس و نمایندگان مجلس امیدوار می کردن که داره حل میشه داره درست میشه هم دولت و مسئولان می گفتن که مسئله حل میشه در شرف حل ولی حالا معلوم میشه که نه هم از دست نمایندگان چیز سخت نیست هم از مسئولان و این مسئله خیلی مردم ناامید کرده است ناامیدی آورده نتوانستن پول ملی را اعتبارش را برگردانند همین کشور همجوارمون کشور افغانستان که خیلی فقیرتر از ایران خیلی ثروت و دارایی داره و نعمت دارد اما این نتوانستن پولشون را نگاه بدارند نگذارند که پول از اعتبار بیفته و بیشتر سقوط کنه نگهداری کردم وضعیت پول
برادران افغانی ما خیلی بهتره حاکمیت اونجا کنترل کرد پول را نگذاشت که افت کنه چرا پول ما کنترل نشه چرا نتوانیم عاجز بشیم این همه ثروت در دنیا داریم ده میلیارد دلار بلوک هست در کشورهای غربی در امریکا در بسیاری از این کشورهای دنیا پول کلان و دلارهای سرسماور راکدن و کشورهای هم جوار میشنویم که یک کشور 30 میلیارد ماز از یک کشور طلب کاریم از کشورهای دیگه طلب کاریم پول توی بانک های اونها موجودن پول ما رفته به کشورهای دیگر نتوانستن سیاست مداران ما مسئولان ما که پول ها را با سیاست درست با مدیریت صحیح برگردونن به کشور و به ملت رسیدگی کنن این سرمایه ملی هن سرمایه های ملی ما فخش و فلاح شده توی دنیا و ما اینها را نتوانستیم صحیح مدیریت کنیم برگردانیم و اقتصادمون را تقویت کنیم اقتصادمون را مدیریت بکنیم فکر میکنیم که این ضعف از کجایه چرا این ضعف توی کشور ما هست به این نتیجه سروران گرامی میرسیم که این نتیجه این مشکل جای دیگه هست مشکل یک جای دیگره با اینه که این روند انتخابات که تا حالا در جمهوری اسلامی سیرش را طی کرده است این نحوه انتخابات در واقع من قبلا یک جمعه عرض کردم که متاسفانه انتخابات به معنای صحیح و درست نیست این انتخابات انتخابات نیست که انسانهای شایسته انسانهای لائق انسانهای توانمند روی کار بیاید گزینش های ما شورای نگهبان و اون نهادهایی که باید تایید کنند مسئولان کشور را نمایندگان کشور را نمایندگان ملت را چنان سختی کردن که هیچ انسان شایسته و توانمند جرأت نکنه که ریسک بکنه وارد صحنه بشه و آدم توانمند نتوانسته که بیاید به ریاست کشور برسه در مدیریت کشور سهم بگیره در نمایندگی مجلس ما همین توی استان خودمون میبینیم که افراد را که به عنوان ناظر تعیین میکنن که اینجا نمایندگان را تایید میکنن به نظر ما باید این هر کسی باشه این هر اگر کسی تایید بکنه از این هیچ کسی بیرون نمیآید افراد ضعیف افراد ناتوان میارم به عنوان ناظر به عنوان نمایندگان شورای نگهبان همشاریان ما هستن اهانت نشه آدمان خوب ولی آدمان ناتوان محدودیت فکری دارن اینها با افراد توانمند موافق نیستن اینا به جرأت میتونم بگم بالاخره افراد توانمند همه قل و کم میشن و افراد ضعیف میره و آخر تاییدیه میگیرن و میگن که ما را تایید کردن خیلی سختیه این نتیجه سختی هست
آغا جواب نا دا دے ای رواند جواب نا دا دے این خیر شای خیر و اعتراضات و فریاد مردم داد و بیداد مردم نتیجه این نتیجه ای رواند انتخابات تے نحوه انتخابات در ایران در کشور ما نحوه انتخابات نحوه درست نیست ما مغزهای متفکران توانستیم به صحنه بیاوریم ما انسانهای توانمند و مدیران لائق را در کشور نتوانستیم به کار ببریم ما ضعفها را آوردیم آقا توی نماز باشه توی مراسم باشه توی مراسمش را چه کار میکنید شما نمازش را چه کار میکنه نماز اگر بخونه برای خودش بخونه نماز خود ما میخوانیم مدیر میخواهد کشور افراد توانمند نماینده میخواهد که مغز متفکر بشن نمایندگان رجالند از رجال کشوران وقتی شما نماینده ضعیف بیارید توی مجلس و مجلس ضعیف میکنید این مجلس نمیتوانه در چنان شرایط بحرانی کشورا اداره کنند نقش آفرینی بکنند تاثیر گذار باشند وقتی شما میارید در دولت و هیئت دولت دولتی را انتخاب میکنید رئیسی را انتخاب میکنید که توانایی لازم داشته نباشه توانایی مهم داشته نباشه که یک کشور را با این گستردگی و وسعت بتوانه برایش برنامه ریزی بکنه شما نسبت به کشور بی انصافی کردیم نتیجهش چی میشه که در چنان بحرانهای نتوانند کشور را صحیح اداره بکنند ولی خب در برنامه های اقتصادی نتوان بمانند چرا نتوان بمانند این برنامه اقتصادی کاملا قابل مهاره خیلی آسانه شما سیاست ها را تغییر بدید ببینید که چه تحوله به وجود می آید ملت ایران به همین نتیجه رسیده که روند انتخابات خواه در مجلس باشه خواه در خبرگان باشه خواه در ریاست جمهوری باشه روند انتخابات کشور را به ضعف کشیده مدیران ضعیف را گزینش کرده و آورده که نمیتوانند کشور خوب اداره بکنند این نظر ملت این نظر مردمه و حالا میشنوی که بعضی برای انتخابات آینده حالا برنامه ریزی میکنند این انتخابات که مورد خواست ملت نیست ملت انتخاب آزادی را میخواهد ملت میخواهد کسانی را انتخاب بکنه که مدیر باشند انسانهای توانمند باشند انسانهای مقتدر باشند قدرت داشته باشند اختیارات داشته باشند اختیارات تصمیم گیری داشته باشند چنان بحرانهای را مدیریت کنند کشور نگذارند که به بحران گرفتار میشه ملت ایران و مردم ایران میبینند دنیا را که چگونه مسئولانشون انتخاب میکنن چگونه رؤسای جمهورشون انتخاب میکنن چگونه نمایندگانشون انتخاب میکنن و چگونه کشورشون رو به توسعه میرود و کشورشون آباده
مردم ایران زمین هم همین آرزو را دارن که کشورشون به سمت آزادی بره، به سمت آبادی بره. از مدیران لائق این حق مردمه که دارای مدیر لائق باشند، دارای مدیر توانمند باشند. اگر مدیران ما در نماز کوتاهی داشته باشند ولی وجدان کاری داشته نباشند، سوء استفاده مالی نکنند، فساد داشته نباشند، دلسوز باشند به کشور، لایق باشند، توانمند باشند، کشور آباد بکنند. ملت ایران چیز دیگری را نمیخواهد غیر از این که میخواهد کشورشون به سوی توسعه بره، کشور به سوی آبادی بره، سرمایه های ایران به خود ایران خرج بشن، نگاه مسئولان به خود داخل کشور بشه، مسئولان تمرکز کنن به داخل کشور، کشور را بسازن، سوء استفاده های مالی نشه، فساد نباشه که هر کسی به جایی به پست میرسد در فکر آوردن خویشاوندان خود باشه، در فکر سوء استفاده مالی باشه و دودش به چشم مردم برسه. مردم ایران احساس ناامیدی میکنن، احساس حقارت میکنن، احساس ناکامی میکنن. حق ملت، حق مردمه که ما حرفشون رو گوش کنیم. ما به صحبت مردم توجه کنیم، به خواسته به حق مردم تن بدیم. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خواسته مردم تن داد، خلفای راشدین تن دادن، از علی تن داد، به خواسته مردم، به مشورت مردم، برای نظر مردم اهمیت قائل بودند. شما هم اگر به خواسته مردم توجه کنید شما هم میشید سیر. خیلی آسانه، خیلی ساده، اگر تغییرات در کشور بیاید همه چیز برمیگرده به جای خودش. دلارتون از 50 میلیون یا 53 میلیون 1000 دلار برمیگرده پایین، خیلی پایین. ما میگیم که آقا 30,000 1 دلار غیر قابل قبوله، 20,000 هم غیر قابل قبوله. چرا دلار 20,000ش بشه 1 دلار؟ دلار چرا 1000 دلار 1000 تومن 1 دلار نشه؟ چرا 1 میلیون ما 1000 دلار نشود؟ خیلی آسانه این. حرف مردم توجه بشه، به حرف مردم گوش کنید، به خواسته ملت توجه کنید. خواسته ملت و مردم و رضایت مردم رضایت پروردگار هست و استحکام کشور و کشور مستحکم میشه. سیاست ها که جواب نداده اینها را دور بریزید، اینها را ترک کنید، سیاست ها را، قانون که جواب نداده قوانین را متوقف کنید.
من مردم ایران صاحب اندیشان، مردم ایران صاحب نظران. نباید جمهور باشه به یک چیزی که در 44 سال قبل تصویب شده به همون بچسبیم. با نگاه کنه که چه چیزایی مشکلات آورده. مشکلات امروز، این مشکلات نباید به بن‌بست گیر بکنه، باید مشکلات حل بشه، باید گفتگو انجام بگیره، بشینه با مخالفان. تکرار این حرف من، تکرار کردم ولی من تاکید میکنم که مخالفانتون بشینید، با مخالفان درجه یکتون بشینید، با زندانی ها بشینید، با علما بشینید. علما حرف دارن، ما حرف داریم، راهکار داریم برای کشور. دانشگاهیان حرف دارن، مردم ایران برای شما در داخل یا خارجان حرف دارن. حرفی نه گوش کنید، نه اینطوری گوشی که شما گوش بکنید که عمل بکنید، گوش بکنید که وارد صحنه بشید. این وحدت ملی ما را فراهم میکنه، امنیت ملی ما را فراهم میکنه، کشور ما را حفاظت میکنه از هرج و مرج و مشکلات و از تنشهای بیشتر، از نقصان بیشتر. چقدر کشت دادیم و این همه مردم ایران بودن، چقدر انسان ها چشمشون کور شده، چشم از دست دادن، چقدر مفلوج شدن، چقدر توی زندان هستن. اینها همه مردم ایرانند، همه برای همه ما باید احترام داشته باشند، حرمت داشته باشند. از یک کشوریم و همه ما منافع من مشترک هست، همه ما نسبت به یک دیگه باید دل سوز و مهربان باشیم و بشینیم و رای حل بیاوریم. همینطور که در بسیاری کشورها انتخابات جریان داره، دیندار هم می آید و کسی که بی دین هم می آید توی صحنه. اگر به دین را قبول نداره ولی کشور قبول داره، منافع قبول داره، پایبندی داره، مردم ایران هم می خواهن که مدیر لایقی داشته باشه. حالا این اهل نماز باشه یا نباشه، من که اعتقادم آنه که در این کشور کسانی که حتی مسلمان هم نباشه و ما روی انسانیت فکر کنیم. قرآن روی انسانیت به ما خط داده. اگر یک کسی که دین هم نداره بتوانی کشور بسازه، بتوانه شهردار زاهدان باشه و شهر زاهدان آباد بکنه، ما کسی را می خواهیم که شهر آباد بکنه، در کشور کسی را می خواهیم که کشور بسازه، مردم سیر بشن، مردم آباد بشن، مشکلات مردم حل بشه. و خواسته این مردم همینه. الله تعالی توفیق عنایت کنه که ما به جای آنکه الان او تجربیات گذشته را میخواهیم علیه تجربه بکنیم و در حالا مجلسی هم داریم، دولتی هم داریم، در فکر آینده باشیم که دیگه مجلس انتخاب بکنیم، او مجلس بشه همین دیگه. نه، ما ببینیم که ضعف‌ها را برطرف بکنیم و برای آینده باید صحیح با مردم بشینیم و برنامه ریزی بکنیم و مشکلات حل بکنیم و نقصه را برطرف بکنیم. و الله تعالی
توفیق عنایت بکنے چیزیں ایک تجربہ کر دیم و جواب نہ دادان اگر ما مجدد تجربہ بکنیم پشیمانی میں آیات وہی از مسلمات دنیای ہمیں دنیای نہ قبول دارے کہ تجربہ شدہ را نباید مجدد تجربہ کر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور تشریف آوردن در زاهدان و به هر حال در رابطه با اون جریان جمعه خونین رسیدگی به مسائل جریان جمعه خونین و مصاحبه که کردن در مصاحبهشون فرمودن که ما کسانی که تخلف کردن و مردم به گلوله بستن و مردم به قتل رسوندن یا مجروح کردن ما مجرمان مجازات میکنیم و و هیچ مماشات ایشون در صحبتهای خود فرمودند که ما هیچ مماشات نمی کنیم در رابطه با مجازات مجرمان و ما این را یک قدم مثبت از جانب مسئولان تلقی می کنیم ولی منتظر می مانیم که نتیجه چی میشه و این سخنان به کجا منتهی میشه آیا در عمل چه در میاد ما انتظار داریم که این اعلانی که ایشون فرموده این مصاحبه ای که کردن ما عملا ببینیم اما آنچه که خواسته اولیاء دم و مجروحان و مردم آن است که عاملان این جنایت به قصاص برسند مردم زمان دلشون تسلی میشه که همان طور که کسی یک مامور دولتی را به قتل برساند یک بسیجی را یک مامور نیروی انتظامی یک نظامی را چگونه او را قصاص میکنن مسئولان کسی که مردم میکشد هم به قصاص برسد و مردم ما خواهان نه تنها مجازات عاملانن بلکه مجازات آمرانن کسانی که کسانی که این دستور دادن به ماموران که این مردم بزنن بدون هیچ گناهی بدون هیچ توجیه کمترین توجیه نیست لہذا یہ آمران هم باید به مجازات برسن در هر ردی باشن در هر ردی باشن و در هر مقام کسی این هر فرمان داده و دستور داده است هم این خواسته مردم خواسته قانونی هست هم خواستهشون خواسته شرعی هم خواستهشون خواسته عقلی است و لہذا همه این مسائل اقتضا میکنه که آمران هم به مجازات برسند به طور کلی من خلاصه بکنم عرائزم را که به هر حال همه ما همه به هر حال مردم ایران بالاخره و خصوصا مسئولان خطاب معنی که مسئولان بشینند و فکر کنند و راه را که ما ببریم بهترین را راه فکر هست و راه که آینده روشنایی داشته باشه برای کشور و ما
در فکر حل موزلاتی که الان پیش آمده و جریان دارد به هر حال در فکر حل این مسائل باشیم و موزلات باشیم و از راه درست انشاءالله مسئله را حل کنیم. الله تعالی توفیق عنایت بکنه. دعا هم بکنید که خدای عز و جل روشنایی بیاره و تاریکی ها را از کشور ما برداره و ما روز روشنی را ببینیم که به هر حال همه چیز درست اداره میشه توی کشور ما و کشور ما در یک مسیر صحیحه و یک مسیر درسته و قابل قبول حرکت میکنه. وصلى الله على سيدنا محمد.